خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته نگاهی می‌کنیم به انعکاس بحران آب در جنوب ایران و افشای بخشی از فساد در اقتصاد. و همینطور تند شدن فضای روابط ایران امریکا، هم در عمل هم در سخن. و در ادامه برنامه می‌دونی داره چی کار می‌کنه؟ داره دایره المعارف بریتانیکا رو تصحیح می‌کنه. بندیکت کامبربچ، آل سعود و بالا رفتن از دیوار راست در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام های بهنود. هفته با بحران آب و درگیری‌ها در خرمشهر و آبادان شروع شد. بله دیگه، فضا تند شد و معمولا وقتی فضا تند میشه درگیری هم توش به وجود میاد. حالا امیدواریم همینطور که دولت قول داده هفته آینده چاره بشه و امیدواریم وقتی چاره شد اما دربارش حرف بزنیم. یه مقداری هم البته بحران برق و کم برقی و نمیدونم قطع برق و اینا هم داشتیم. متصل هم متصلن. بله، میخوای شروع کنی با روزنامه ها؟ از روزنامه ایران شروع کنیم. بله، روزنامه دولت به درست این پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو که بالاخره اینطور که میرسه یک فازش البته تمام شده است، بنابراین همون داستانی است که درباره بنزین چندین بار به طرفش یورش برده شد و چندین بار هم افتتاح شد ولی تا الان طول کشته، ولی بالاخره تونستند که این کار رو بکنند. الان یعنی میگن که واردات بنزین رو دیگه متوقف میکنن. مهمترین کار این پالایشگاه همینه که تولیدات بنزین میده و بنابراین الان به خصوص موقع حساسی است برای این کار، چون اگر که این تحریم واردات بنزین رو هم در بر بگیره الان دیگه موضوع مهمی نیست برای ایران. خب بریم روزنامه جوان رو ببینیم. روز بعد خب رهبر سال یه مرتبه میرود به دانشگاه امام حسین، یه دوره تمام میشه دیگه، آخر دوره است. در اونجا صحبتایی کرد راجع به اینکه نظام و مردم جدا شدنی نیستند، اقتدار واقعی از درون ملت میجوشه. این حرفا اصولا حرفایی است که به گوش مردم ایران آشناست، حتی سابقش به اندازه جمهوری اسلامی نیست، از قبل هم بود. این خبری هم اینجا از قول نایب رئیس انجمن داروسازان نوشته که سالی 3000 ایرانی به خاطر بدخطی پزشکان میمیرند. شاید جاد باشه که جاش اینجا باشه که ما بگیم که روز پنجشنبه دومین سالگرد آقای کیارستمی بود که برگزار هم شد و دو سال گذشت و اول هفته هم در واقع دادگاه حکمی رو که داده بود، حکم تجدید نظر رو دوباره تایید کرد و خب این یه مقداری همچنان خانواده ناراضی هن. توی این مراسم هم خبر دادن که وبسایتی به نام عافیت راه اندازی میشه به مدیریت احمد کیارستمی، پسر آقای کیارستمی، و قراره که این وبسایت زیر نظر بنیاد کیارستمی باشه. سوالهایی رو مطرح میکنه از مردم که در واقع تجربه هاشون رو از پزشکان و خطای پزشکی بگن و قراره که سالی یک جایزه به بهترین پزشک و اینا بده و دستور چی میگن در واقع پزشک نمونه رو انتخاب میکنه و آموزش میده در مورد حقوق بیماران. تقویم کیارستمی رو که بهمن چاپ کرده توش نوشته های روزمره، نه هر روز ولی بعضی از روزها هست. تو یکی از اونا دردناکه که کیارستمی نوشته که میخوام مثل آدمیزاد بمیرم و نه با به اصطلاح چیز خطای پزشکی. درصد اینم از اون موردهایی بود که هنوز جای سوال و شک و تردید توش هست دیگه. بله، روزنامه بعدی اعتماد هست. بله درست، در روزی که روزنامه ها حالا یا احتیاط میکردن یا اینکه به هر حال مأمورم بودن به احتیاط یا هرچی، به هر حال خبر مهم روز رو واقعا این عکس باید یاد روی صفحه یک. این مهمه که اعتماد اومده و یادآوری کرده است خرمشهر رو، جنوب رو، که و اون روز شادمانی به خصوص رو و به همین طریق غیر مستقیم در آدمهایی که منتظر بودن الان احیانا اینجا یه عکسی باشه که از تظاهرات باشه و حوادثی که اخیرا اتفاق افتاده نشون بده، ولی این عکس داره همون کارو میکنه. والا شب شنبه تصاویری که میومد واقعا آدم فکر میکرد انگار جنگ توی شب در خیابون ها. بله.
یه سرمقاله هم سمینا رستگاری نوشته به نام کفایت مذاکرات که سرمقاله خیلی خوبی بود، اشاره میکنه از کلید واژه‌هایی که از اول انقلاب چقدر تکرار شده، مثل اشرافیت، فساد، راندخاری و همه اینا. و بعدش هم میگه که در یک ماه گذشته روزنامه اعتماد از خیلی کسایی که چهره‌های معروفی هستن و مثلا چهره‌های معروف سیاسی هستن و ازشون خواسته که بیان و برای برون رفت از این بحران راهکاری بدن. خانم رستگاری توی این سرمقاله میگه که بدون اغراق تقریبا هیچ کدومشون به جز یک سری حرفای کلی هیچ راه حلی برای برون رفت از بحران فعلی ایران در واقع ارائه نکردن. کلافه پیچیده ای که با هیچ چیزی فعلا نمیشه گویا بازش کرد. روزنامه بعدی روزنامه سازندگی هست. همون ادامه همونه، افشای مافیای خودرو، افشای اینکه این ارز دولتی کجا رفته است. این یه ماجرایی است. این دولت هیچ وقت مشخص نکرده است که این ارز رو مشخصا وقتی که از صادرات به دست میارن، درآمد ناشی از ارز دولتی رو که قراره باش واردات بکنن، اینو خیلی مشخص تو جابجا شدن این ارز وارد نشده. این دفعه وارد شده، اول در مخابرات و بعد در جاهای دیگه. دلیل ورودش هم این هستش که کشف کرده است که بسیاری از اینها وقتی که این رو گرفتن، بعد به اون مصرفی که موضوعشونه نرسوندن، بلکه رفتن تو بازار سریع‌ترین چیزی که میشه فروخت، یعنی پورشه مثلا، اونو وارد کردن و این چیزی نبوده که ارز براش تعلق گرفته بوده. این یه خطا است. یه خطا هم سر سکه ها اتفاق افتاده که دیروز پیروز گفتن یه نفر با 2 تن طلا گرفته. بله دیگه، این به خاطر اینکه اونجا هم باز یه گیروبندی قانون نداشته است به نظرم که یه حدی داشته باشه این خرید و فروش ها اینا. بنابراین یه آدم هم وارد شدن، پول کلون در اختیار داشتن، خریدن به قصد اینکه یعنی خودشون خریدن، خودشون گرون کردن، خودشون هم فروختن. بنابراین فقط بقیه مردم داشت. بریم روزنامه شهروند رو هم ببینیم آقای بهنود. شهروند دیگه تبدیل شد به روزنامه اجتماعی همون جوری که مقصودشون بود و نوشته بودن. صفحه به نظر من از صفحه که هفته پیش دیدیم خیلی بهتر، خیلی بهتر بسته شد، دلواستر، رنگی توش اومده. دو تا گزارش خیلی خوب داره. یکی اول اون رو بگم، در روستای گل سرخ دیگر کسی نمیدونه. آره، موضوع عبارت از این است که یه تیم 30 نفره زنهای امدادگر هلال احمر رفتن تو روستای گل سرخ در بین راه و اینا خانمای بختیاری هستن با همون لباس بختیاری که دارید توی عکس کنار میبینید و اونجا خانم فاطمه عسکرینیا گزارش داده است که یکشون پریده پشت رانندگی آمبولانس، یکشون پریده پشت لودر، یکی پریده پشت با ماشینای دیگه و همه رفتن. و بنابراین این قصه رو که بعضی از عرصه ها فقط مال مردا هست، مثل رانندگی تو کامیون و فلان اینا، اینا همه قصه رو باطل کردن. این وسط هم دارید میبینید مهتاب جدکی رفته و اون آقای قاضی رو، وای این خیلی خوب بود. بله، این آقای گفتگو کرده با عبدالوهاب قاضی. آقای قاضی کسی هستن که هفته پیش یه کلیپ خیلی کوچیک ویدیویی در اومد که توضیح میدادن در مورد گردشگری. بله، تو تلویزیون مثل اینکه شبکه 3 بود اگه اشتباه نکنم، توضیح میدادن که گردشگری در واقع مثلا میتونیم تغییرش بدیم، مثلا چه میدونم دکوراسیون خونهتون رو عوض کنید، مثلا یه چیز زرد رو بذارید مثلا یهو قرمزش کنید. یه تعریف خب خیلی جدید و عجیبی بود از گردشگری. و نکته جالب، پول ندین، ارز خرج نکنید. آره خرج نکنید. و خلاص حتی نمیگن آقا برین طبیعت رو بگردین، تو خونهتون دکوراسیون عوض کنید. در همین حد هم گردشگری. و نکته جالب این گزارش اینه که همچنان رو حرف خودشون پافشاری میکنن و خیلی دور نشدن. فقط پرسیدن که موضوع هم گردشگری نبود. آقای بهنود برمیگردیم و کارتون ها رو با هم مرور میکنیم، اما تا لحظات دیگه بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگیم. امیدوارم خیال نداشته باشی دست به خودکشی بزنی کاتی. ازت میخوام به آنتونی قدیس قسم بخوری که منو ترک نمیکنی. من همچین کاری نمیکنم. او ملک سلمان پادشاه فعلی عربستان سعودیه که مسئول جمع‌آوری کمک مالی از اعضای خاندان سلطنتی و ارسال اون برای این گروه ها بود. برای زندگیم ارزش زیادی قائلم. دوست دختری دارم که خیلی دوستش دارم.
واقعا میخوام ساله برگردم پیشش، اما الان یه تیکه سنگ شل بین من و بازگشتم قرار گرفته. سلام بهرنگ، این هفته چه خبر؟ هفته یه در واقع این ماه چه خبر؟ آره این بار یه سریال خیلی خوب داریم به اضافه یه مجموعه، دوتا مجموعه مستند کاملا متفاوت. اولی سریال 5 قسمتی پایان نمایش با بازی بندیکت کامبربچ که احتمالاً همه از سریال شرلوک یادشونه، نقش شرلوک هولمز رو بازی میکرد. این یه اعترافی بکنم وسط حرفت، من اصلا سریال نمیبینم، البته شرلوک هولمز رو دیدم. حالا ببینم میتونی منو سریال ببین بکنی؟ بله، به هر حال هر کسی یه مشکلی داره دیگه. مشکل منه. داستان تو اوایل قرن 20 شروع میشه، قبل جنگ جهانی دوم. کریستوفر با بازی کامبربچ نجیب زاده یه تو وزارت آمار کار میکنه، توی شرایط نچندان طبیعی با سیلویا ازدواج میکنه که سیلویا یه زن خودخواه هوسرانه که پاشده با معشوقش رفته الان آلمان. کریستوفر با وزیر و چند نفر دیگه رفتن گلف بازی کنن که دوتا فعال حقوق زنان میان برای اعتراض کردن. میگم ببخشید ضربتون رو خراب میکنم، برید نذارید صدمه ای به گرتی بزنن، من گمش کردم. داشتید تظاهرات میکردید؟ خب البته که تظاهرات میکردیم، اما نباید با دختر با خشونت رفتار کنن. چند تا هیولا بین اوناست که انگار دارن موش شکار میکنن. گرتی نمیتونه بدوه. پس شما برید، من میرم دنبال گرتی. نه منم باهاتون میام. فرار کن، مگه اینکه بخوای بری زندان. آهای بگیرینش، داره فرار میکنه. بودو بگیرینش، پس این هر طرف با من یک گرتی راهی نمونده. ایست جلاشو بگیر، ایست جلاشو بگیر، وایسا نظر بره. بهت میگم وایسا، وایسا ببینم. بیش از این کار دیگه از دستت بر نمیاد سر. فکر کنم کمی عصبی شدی. بیا هر کی بود میشه. متشکرم آقا. در راستای دفاع از حقوق زنان بود. طنز انگلیسی، این طنز انگلیسی رو تو کل سریال هم میبینین. حالا این شروع آشنایی کریستوفر با ولنتاینه، ولی قضیه یه مثلث عشقی ساده آبگوشتی نیست، یه داستان خیلی پیچیده است که شخصیت‌های فرعیش هم هر کدوم قصه‌های جذابی دارن. جنگ جهانی اول هم شروع میشه و همه چی رو به هم می‌ریزه. سریال کلی جایزه هم نامزد شده و چند تا هم برده و اینها، ولی دیگه اینا خیلی مهم نیست. حالا میرم میبینمش. اولین قسمت سریال پایان نمایش پنجشنبه 28 تیر ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9 و نیم شب در دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت‌های بعدی رو هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت میتونید ببینید. خب بعدی مجموعه مستند خاندان سعود هست. این مجموعه 3 قسمتی خیلی تعارف و بی‌پرده آل سعود و کلاً سیاست‌های عربستان رو بررسی میکنه. ببین مثلا وقتی میگم صریح و بی پرده، داستان اینه که توی قسمت اول که درباره ارتباط خاندان سعود یا اتهام ارتباط خاندان سعود با گروه‌های اسلامگرای افراطی مسلحه، مثلا نشون میده که یک گروه تحقیق درباره عرض کنم تسلیحات توی مناقشه ها پا میشن میرن عراق و بعد میبینن که مهماتی که از گروه دولت اسلامی یا داعش به جا مونده اینا تولید بلغارستانه. پا میشن میرن بلغارستان، از دولت میپرسن که این تسلیحاتو کی از شما خریده. جواز صادرات برای عربستان سعودی بوده ولی این تسلیحات احتمالاً هیچگاه به آنجا نرسیدند. به نظر ما اتفاقی که افتاده اینه که تسلیحات رو حکومت عربستان سعودی خریده و بعد به یه طرف ثالث منتقل شدن. قوی ترین احتمال اینه که این تسلیحات به اردن و از اونجا توسط عواملی به اون طرف مرز منتقل شدن. فقط یک محموله نیست. آمار دولت بلغارستان نشان می‌دهند که فروش اسلحه به عربستان سعودی در طول جنگ داخلی سوریه افزایش یافته است. در سال 2012 حجم آن 3500 دلار بود ولی در سال 2015 به 120 میلیون دلار افزایش یافت.
در سراسر ناحیه بالکان، عربستان سعودی بیش از 1 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحاتی کرده که نیروهای مسلح آن کشور از آن استفاده نمی کنند. چقدر مستندساز تونسته تو خود عربستان بره و فیلم برداری کنه؟ یعنی چقدر دستش باز بوده؟ دولت عربستان باش مصاحبه نکرده، به گروه هم اجازه ندادن که برن تو عربستان. به همین خاطر از نظر تصویری یه مقداری فقیره، یه جاهایی مثلا میبینید یه نماهی تکرار میشه و خیلی جالب نیست از این جهت. ولی نکته داستان اینه که یه سری قصه رو داره تعریف میکنه که خیلی وقتا توی تعارفات دیپلماتیک کنار گذاشته میشه. مثلا یه مثال دیگه بزنم، تو قسمت دوم یه چیزایی در مورد فساد اداری و رشوه گرفتن در حد وزیر و شاهزاده و ولیعهد و شاه میشنویم که اصلا باورتون نمیشه که مثلا مقامهای در این سطح بخوان رشوه بگیرن برای مثلا خرید سلاح از خارج. تو این شرایطی که حالا محمد بن سلمان اومده داره تلاش میکنه تصویر عربستان تو دنیا رو تغییر بده و رویارویی بین ایران و عربستان هم داره بیشتر از قبل بالا میگیره، به نظرم خیلی جالبه که یک بار خیلی بی‌تعارف ببینیم که اون در عربستان چی میگذره. دقیقا اولین قسمت مجموعه خاندان سعود چهارشنبه 3 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب در دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته‌های بعد در همین روز و ساعت ببینید. مستند بعدی چالش بزرگ کوهستان. استیو بکشل رو احتمالاً از برنامه‌هایی مثل 60 مرگ‌آفرین میشناسین. یه ماجراجوی طبیعت دوسته که سرش درد میکنه برای کارهای خطرناک. حالا توی این مستند دو قسمتی پاشده رفته وسط جنگل‌های حاره‌ای ونزوئلا از یه کوهی بره بالا که تا حالا هیچ آدمی ازش بالا نرفته. چرا؟ به خاطر اینکه یه دیوار سنگی تخت چند صد متری خیلی لیزه که هر جایی هم گیاه در اومده و اینها لیزتر هم شده و اصلا دلیل داره که کسی تا حالا ازش بالا نرفته. دقیقاً چه کاریه؟ روز 4 صخره نوردیه و همه میدونیم که از برنامه عقب افتادیم. جان دوباره جلو میفته و باید خیلی بیشتر جلو بریم. خیلی خوبه. اینجا یه شکاف خوب است. اون در تخت سنگایی که دیروز بالا رفتن از اون غیر ممکن به نظر می رسید، راه جدیدی پیدا کرده. مشکل اینه که وقتی جلو میفته من باید دنبالش برم. من از ارتفاع نمیترسم و به پای نگاه کردن بهم دلهره نمیده. ولی به بالا به اون تخت سنگ نگاه کردن چرا؟ باشه. دارم میام جان. باشه شروع کن. به جون بکشال، برو تو جمع جور کن. شروع کن استیو. حالا این روزا برای استرس و افسردگی و همه چی میگن که ورزش بکنید که ریلکس کنید. این خودش ته دلهره است. ببین از اون داستان هست که نگاه میکنی بعد به خودت میگی خوب شد استیو بکشل این کارو کرد، لازم نیست دیگه من بکنم. حالا فقط اینا هم نیست، از اون پایین دست تو جنگل که دارم میان و همین بالای کوه هم کلی جونور و حشره و عنکبوت و عقرب و چیزای دیگه هستش که این خیلی قشنگه. ببینید این مثلا اگه شما رو بزنه، شما نیش بزنه بعد مثلا میافتین میمیرین. من میخنده. من دیگه حرفی ندارم. بله. خب مصادره چالش بزرگ کوهستان رو میتونید یک شنبه 31 تیر ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت دومش هم 1 هفته بعد در همین روز و ساعت پخش میشه. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میون بگذارید. ممنونم از بهرنگ تاجدین همکارم که اینجا با ماست. کارتون ها هم خیلی متاثر بود از وضعیت بحران آب دیگه و شرایط و نگاه به جنوب کشور. بله. بخصوص بریم کارتون اول از طراوت نیکی رو ببینیم، خیلی قشنگه. میگه شیره شرمنده شده. البته نوشته آبادان تشنه است، والا این روزها خیلی از شهرهای حداقل جنوب خرمشهر هست، سیستان و بلوچستان همچنان بحران آب داره و سیستان و بلوچستان البته طولانی تره، یعنی سالهاست که این مشکل داره، ولی در خوزستان که پر آب ترین
رود کشور در اونجا جاری است، این حتما مربوط است به اینکه آینده نگری نکردند و خلاصه هر کاری دستشون میاده کردند. اگه بخوام انصاف هم داشته باشیم، همش هم در این سالهای جمهوری اسلامی نیست. نه، این اتفاقی که سالهای سال در واقع کارشناسان دارن هی هشدار میدن، الان دیگه بحرانی شده وضعیت. بعدی از پریسا نوراللهی، این کولر آبی همه ازش صحبت میکنن. از همون اولین بارهایی که این کولر آبی اومد برای اینکه خونه‌ها رو یخچال بکنه در تابستان، ولی مصرف آب زیاد و مصرف برق زیاد. بله. الان چون هر دو تای مسئله شده، پریسا خانم این رو کشیده است که اون تو هم اون ماهی ها دچار مشکلن، همین که لیت به لیت داره میره بالا. بعدی از مهدی عزیزی هست که اونم داره به فساد و در مسئله فساد میبینه دیگه. در حقیقت این ماجرای خودروها که الان اشاره کردیم، گزارش کارگزاران دیدیم، داره به اون اشاره میکنه. اتومبیلا رو میکشن زیر پوست ارز. برگزیده های این هفته دیدم پیام آینده رو آورده. پیام آینده این که دارید میبینید اولین شمارش جدیده، پربرگتر از همیشه است. به همین جهت هم اسمشو گذاشته شماره 1, 2, 3, 4. این الان یعنی تکرار مذاکرات. این یعنی آره مذاکرات و اصولاً حالا همه چی. این چون این دفعه گزارش اصلیش راجع به مذاکره است. سردبیرش هم محض اطلاعاتون بیشتر سیاسیه. محشید خانم سودست، نه الزاماً. یعنی سیاسی هم هست البته. کافی است که اسامی رو ببینیم که آقای حق‌شناس، سید حسین موسویان، هرمینداس باوند، آقای حاجی زونوس، آقای زمانینیا، امید ملکی، قاسم محب‌علی، اینا همه آدمای در حد استاد دانشگاه اینا هستن که تو زمینای سیاسی هستن. اما به اینجا کافی نمیشه. حمید متقی روزنامه‌نگار، ساسان آقای روزنامه‌نگار، احسان بوداقی روزنامه‌نگار، خود خانم مهشید سوده سردبیر مجله هست. این نشریه اصولا آینده پژوهیه. بنابراین نشریه ایست که میخواد پژوهش‌های راجع به آینده رو پوشش بده. به حال مقصد است که یک نشریه کم و بیش راهبردی هم هست، یعنی فقط تحلیل و این حرفا نیست، زرم توش راه حل و نوع برخورد و اینا هم از قول اوغلای قم میبینیم. نشریه خوبیه، امیدوارم شما را آیندهش بهتر هم باشه. بعدی برگزیده هست همشهری ورزشی. من واقعا نمیدونم که این تیتر، این عکس، نه بعد آخه بزرگ که شدی برگرد. این پسر به گفته اینجا یعنی سردار آزمون 24 ساله بوده، کسیم ملی حالا کناره گیری کرده. قاعدتا آدم ها در 40 سالگی که نمیتونن 90 دقیقه این شکلی بدوئن دیگه. این سن شکوفاییشه و اصلا اصولا در همه جای دنیا الان به خصوص فصل فوتبال درباره فوتبال میشه صحبت کرد. این که فشار زیاد میاد، الان گفته است که من به خاطر مادرم این کارو میکنم، به خاطر اینکه اون دوتا بازی که ماها تشخیصمون از بیرون به عنوان آدم غیر حرفه‌ای بودش که او کمکار هستش، که میتونست کاملا، شما الان بازی های این چند روزه انگلستان نگاه کنید، تقریبا همه کمکارن غیر از کین. خب اینا سیاست هایی است که مربی تعیین میکنه، مربی تصمیم میگیره. بعد حالا اگر بازیکن ناراحت میشه یا هر چیزی، اونم ناراحت میشه، جوان ناراحت میشه، بعدم مربی میره حل میکنه. از یه در واقع نشریه ورزشی یه ذره خیلی تنده، یعنی تنده از نظر اخلاقی احساس میکنم، تنده اصلا به ورزش ارتباطی نداره. واقعا به نظر میرسه که اصلا این چیزی نیست که ما باید به هم دیگه یاد بدیم. اینکه مثلا هر بچه‌ای که یک سرستایی کرد، مثلا پدر مادرش یا مربیش اینا، باید دیگه او رو ترد شده ببینن و برو بزرگ شدی. بعد میگه تصمیمی که چه بسا سرعت او در سراشیبی سقوط را بیشتر کند. آخه یه ذره عجیبه دیگه، تنده. خوب جز هنرهای همشهری ورزشی نبود، همشهری ورزشی نشریه خوبیه، ولی به حال این جز هنرش نبود. مجله اندیشه پویا، بله اندیشه پویا اومده این دفعه، چون اندیشه پویا هم مثل یک دو تا نشریه دیگه که گاهی بهشون میرسیم و عجز خودمون رو بیان میکنیم، نوشته این اصلاحات نیست، ورشکستگی سیاسی است. بله. گفتگو با محمد نعیمی پور. بله، اون حرفی که آقای نعیمی پور زد که اصلا قبل از اینم که مجله بیاد، این مصاحبه است توی مجله در حقیقت خیلی چیز کرد، خیلی بحث و گفتگو اینا برپا کرد و ایشون منتقد عمل کرد و راهبردهای کت خدامنشانه اصلاح طلبان هستن. اما اجازه بدید در حالی که این همه پر از مطلب است، میبینید که از ساده خلخالی پرونده‌ای دارن یه پرونده راجع به دیگران، ولی من یهو پرواز کنم برای اینکه وقتمونم زیاد گرفته نشه، یعنی من نگیرم،
برم به چند تا بخش انتهای مجله که معمولا خیلی ما فرصت نمی کنیم بهشون نزدیک شیم. از جمله یه آرشیف، یه آرشیوی که علی بزرگیان درست کرده راجع به اینکه مارکس که امسال خب میدونی خیلی سال مارکس بود به خاطر 200 سال شد. بله. میگه مارکس اینطور که ایرونیا خوندنش، موضوع خیلی جالبه، تاریخچه خیلی جالبی هم میده خود بزرگیان راجع به اینکه این مارکس اصلا چجوری اومد. یعنی اول مارکسیستا اومدن، بعد این مارکسیستا نخونده بودن اصلا مارکس رو، و در سالهای اخیر، در 20 ساله اخیر، برای اولین بار تو ایران ترجمه های خیلی خوبی از متنای مارکسیستی اومده و یه فرصتی است برای اینکه آدما بدون توجه به سوابق خودشون برن نگاه کنن ببینن چه خبر هست اصولا تو دنیا و اینا از کجا اومده. بریم ویرگول رو خیلی سریع ببینیم، چون از هفته پیش هم قول داده بودیم که می‌بینیمش. شما از بچهای لایی جان چیز کردیم، ضرور درستی کردیم. ویژه نامه ترانه از مشروطه تا امروز. حضور ترانه رو همه جا میبینی، حتی جمله مثلا حتی عنوان مقاله خانم زهرا گودرزی هم اول هست، امشب شب مهتابه. بعد سرگذشت ترانه، آقای رمضانی مروری کرده به ترانه بعد از انقلاب. و به هر حال مقصودم این است که مجله الان داریم با شهریار قنبری مصاحبه شده با یغما گلرویی، و به هر حال این مجله مجله است که در لاهیجان منتشر میشه، ولی خیلی بردش و بودش بیشتره و نشریه تر تمیز است، خیلی باعث افتخار گیلانی است. ممنون آقای بهنود، مثل همیشه ممنون از شما. تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان میتونید روی صفحه تلویزیون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم میتونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.